با سلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابیرف. پس از روزهای گرم و آفتابی در ناحیه سرخ نیز هوای سرد وارد شده، برف بارید و امروز طبیعت جامعه سفید ببر کرد. برف را مردم ناحیه دیر باز انتظار بودند. گزارش داریم در همین خصوص. تماشای باریدن برف در زمستان به شبهه به کس سرور و حلاوت میبخشد. امروز در زیباترین کهندیار وطن سوخ شریف برف باریده، طبیعت جامعه سفید ببر کرد. درختان نیز کلاه سبز سفید ببر کرده، کوچه های دیهات از برف پر شده است. مردم دیر باز برف را منتظر بودند. در روزهای آخر فصل زمستان باریدن برف به کشور ما شاید حکمتی داشته باشد، زیرا برف این نعمت خداست که هر یک ذره آن برکت است. برف این یک صنعت مکمل طبیعت بوده، هر یک ذره اون همچون معجزه به حساب می رود، چون که این ذره های برف را انسان با دست خود هیچ وقت ساخته نمی تواند. در وقت های آخر در ناحیه همان بارشات برف کم شده بود، لیکن من دیده شدیم که بر آمد آمد بهار برف باریده مردم را خرسند کرد. گرچن هوا خنک باشد هم، لیکن بارشات برف به قلب انسان ها گرمی بخشیده استوده است. تماشای طبیعت که یک جامعه سفید پوشیده است به انسان همچون یک سرور می بخشد. واقعا هم زمستان آهنگ و نوای خود را دارد. اصلا هر روز و هر هفته و ماه و فصل ها رنگ و نوا، صدای و آوای خود را داشته، از آن آهنگ سازان نوای نو به نو می آفرند و شاعران الهام گرفته شعر تازه انشا می کنند. آوازخوانان با شادی و خرمی می سرایند و بدل ها برف و زمستان گرمی و روشنایی و زیبایی خود را عطا می کند. غرچ برف باشد، خود یک نوای فارم و دلکش است. هر یک ذره برف به یکدیگر مانندی ندارد و این از بزرگی و قدرت نقاش ازل دلالت می دهد. هر یک ذره برفی که از آسمان می بارد واقعا هم اثر مکمل صنعت به شمار می رود، زیرا این اثر را انسان ایجاد کرده نمی تواند، بارشات را انسان به عمل آورده نمی تواند و این یک نعمت خداوند می باشد. باریدن برف از طرف برای رانندگان حرکت واسطه های نقلیات مشکلی ایجاد کند، از طرف دیگر این یک نعمت خداست و برای کشاورزان خوب است. یعنی میگویند که برف برکه می باشد. وقتی که در زمستان برف می بارد، در بهار آینده حاصل دهقان فراوان می شود. اما سالهای آخر در فصل زمستان بارشات برف خیلی کم گردید. امروز باشد من باز در آمد آمد فصل بهار طبیعت باز قالین سفید ببر کرد و اما بعد روزهای بشمار ما و شما فصل نازنین بهار را پیشواز می گیریم. از باریدن برف مردم خیلی ممنون می باشند، زیرا زمستان امسال خیلی کم بارشات بود و مردم باریدن برف را خیلی منتظر بودند. اگر زمستان بارشات زیاد شود، در بهاران حاصل بابای دهقان نیز فراوان می شود. می گویند این برف یک نعمتی ولی روی زمین که برف باره چه مقدار دهقان و هم همه چیز به نقل نشد، حاصل ها نقل نشد، من برف باردگی بود ما خیلی خرسندیم. ما این زمستان انتظار بودیم، من اومد اومده بهار با من برف باریده خیلی خوب شد. این هم یک بایگری طبیعت، بایگری خلقی تمام دنیا میشه. این هم شکر میکنیم، شکر گذاریم همین برف باریده. شاید برف امروزه آخرین برف زمستان امسال باشد، زیرا بعد روزهای به شمار فصل بهار فرا میرسد. طبیعت باشد قالین سبز ببر کرده، باز آواز فارم هزاران و نغمه گنجشککان و موسیقی گوشنواز آبشاران به دل ها سرور میبخشد. باد صبا باز نکهت گل های بهاری را به مشام رسانیده وادار میسازد که کس سیر دشت و دمم کند. در قسم بوده بوداپشت مسکن بسیار زیبا و دلنشین هست که وقتی به آنجا می روید به مشام نکهت وطن می رسد. سفارتخانه ازبکستان در ونگریه، همکس به من محسین جان یوسوپوف هنگام سفر خود به ونگریه از سفارتخانه کشورمان به ما نوارهای بسیار جالب فرستاد که در اساس آن ما لوحه آماده ساختیم.
ما برای تامین آسایشتگی و بی‌خطری همه هموطنانمون که برای تحصیل، کار، سیاحت و دیگر مقصدها به ونگره میآیند جواب گریم. در وقت سفر به بوداپشت ما شاهد خدمت کارمندان صادق و تندوستانی شدیم که توانستند برای شهروندان ما در خارج ازبکستان، ازبکستان خردکه که سازند. از فرصت استفاده برید، بیشتر واخوری ها گذرانید، هرچی بیشتر سازشنامه ها به امضا رسانید. با هموطنانمون که در این شهر عظیم کار و تحصیل دارند ملاقات کنید، میگفتند به ما آنها و برای این همه رویت رو فراهم می آوردند. نمایندگان ساحه سیاحی، کارمندانی که تا حال به تجارت مهمانخانه مشغولند، مسئولان تئاتر اپرای بوداپشت که در جهان موقع بلند را صاحب است و دیگر ساحه ها برای ملاقات و به امضا رسانیدن سازشنامه ها با هیئت وکیلان فرغانه آماده بودند. خلاصه کارمندان سفارتخانه تضمین کردند که سفر عملی به ونگره خیلی ثمره بخش باشد. به فرغانه دعوت شدن دیزاینرها قدم اولین برای گشودن فیلیال آکادمی فوتبال به نام پوشکاش گذاشته شده بود، گرچند که آن هنوز نوشته نشده است. در باره تاک پروری سازشنامه کلام به دست آمد. پیشنهادها برای جای های نوی کاری در ونگریه ثمره جد و جهد کارکنان سفارتخانه می باشد. با جز از رفتن به بینوی اساسی هر یک سازمان تعیین شده در ونگریه و واخوری با راهبریت در سفارتخانه ازبکستان در ونگریه با شرکت های با نفوذ اروپایی در ساحه تاک پروری و ویناسازی، اینچنین رهبران منطقه های مسئول مساله های تجارت و راهبریت شرکت های سیاحی بین المللی واخوری ها انجام داده، سازشنامه های همکاری به امضا رسیدند. طوری در بالا ذکر کردیم، سفارتخانه کشور ما در بوداپشت برای هموطنان ما حمایتگر، مددگار است و آنهایی که به اینجا می آیند خود را آسوده حس می کنند و احساس می کنند که در این کشور خارجه نیز حمایتگر دارند. هموطنان ما به اینجا اساسا برای تحصیل می آیند، می گویند نمایندگان سفارت. محمدی منصورف از شهر فرغانه است. حالا او در دانشگاه تجارتی بوداپشت تحصیل می کند. اگر در یک مسئله کمک لازم باشد با کارمندان سفارت تماس می گیرم. عموما مشکلی نداره، ما را با چوربی و واخوری ها همیشه دعوت میکنند. مناسبت ما خیلی خوب است و دیگر دانشجویان نیز مثل من میگوید که در آینده نیتی بزرگ دارم. بکالر باسچسنه جهان اقتصادیات و دیپلماتیک یونیورسیتی ده خلقارا مناسبتلار فاکولتیتی ده اوخیگانمن و 2022 یلده اوخیشنی تاماملاگاندن کیین من در دانشگاه اقتصاد جهانی و دیپلماتیا در فاکولتت اقتصادیات بین المللی تحصیل کردم و پس از ختم دانشگاه سال 2022 به اینجا حجه سپردم و بعد یک سال به من خط رفت که به دانشگاه ونگریه قبول کردند و استیپندی از طرف دولت داده می شود و این دولت برای دانشجویان خیلی کشوده می باشد و نسبت دیگر حدودها در اینجا البته برای دانشجویان همه شرایط فراهم آورده شده است. از همین سبب من به این منزل آمدم و من در اینجا تحصیل گرفته استودم. برای ما البته سفارتخانه از نزدیک یاری کلام می رساند. در تلگرام گروهی مخصوص خصوص داره ما دانشجویان ازبکستانی و اگر یگان مشکلی به سرمون آید همه یادیگر را دستگیری میکنیم و در حال با سفارتخانه ازبکستان در ونگریه تماس میگیریم. در آینده پس از ختم ماجستراتورا من نیت دارم که در بریتانی کبیریون که در امریکا دکترانتورا را به اتمام رسانیده بعد به وطن برگردم و برای خلق و وطن خدمت کنم. Kelajakda bu yerda magistratura bosqichini tamomlagandan keyin niyatim bor PhD bosqichidan, ya'ni doktorskiy darajasini Britaniyada yoki Amerikada o'qish. Ana undan keyin bilimimizni yetarli darajada qilib bo'lgandan keyin vatanga qaytib, xudo xohlasa ishlash. وقتی که چنین پسران و دختران را میبینید البته افتخار میکنید که آنها هموطن ما و شما میباشد و آینده مملکت ما در دست آنهاست. ما اینچنین میخواستیم به کارمندان سفارتخانه که جوانان اقتدارناک را در بوداپشت جمع آورده ایستادند تشکر گوییم. در نوحه بشرق ولایت فرغانه مسابقه از روی یکی از نوهای ورزش ملی بزکشی برگزار گردید که در آن پهلوانان اسبدوان جمهوری های همسایه تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشتراک کردند. تفصیلات پور را در گزارش نوبتی امان. بزکشی، کوبکاری، چواندازی یکی از نوهای ورزش ملی که از قدیم الایام در بین مردم آسیای مرکزی و افغانستان از جمله تاجیکان و ازبکان معمول است. بزکشی با اسب برگزار می شود. در گذشته بزکشی بیشتر در فصل زمستان و یا به مناسبت جشن بخصوص نوروز برگزار می گردید. در زمانهای پیش شخصان ثروتمند هنگام ختنه‌سور گاهی در جشن عروسی نیز بزکشی برپا می کردند. این نوع ورزش ملی با برابری از جهت جسمانی سالم و قوت نموده تربیه کردن جوانان در آنها خصلت های مردانگی، پاک وجدانی و حقیقت نگاری را تشکل می دهد. کوک کردن اصل مقصدیم پا
polvonlar ko'payapti. Oldin bundan 30 yildan beri men ot choptirib yuraman. Oldin sanoqli polvon bo'lgan. Hozir kunda biz polvonlarni tanimay qolyapmiz. Chunki yoshlar orqadan yetilib chiqib kelyapti. Chunki 2017 yildan bag'ida ko'kkariga juda katta keng yo'llar ochildi. Polvon avlodidan polvonlar chiqadi-da. Shuning uchun yoshlar ham hozir ko'p chopyapti. Shu katta chavandozlar ularni o'rgatib, qanaqa chopishligini o'rgatib, mashinaqa ko'kkarilarda mashq qilgizyapti. Bu ko'kkarilarni mana yurtboshimiz ta'kidlagandek, bu ko'kkari mana shu qo'shni davlatlar bilan bordi keldimizni mustahkamlaydi. Polvonlarni bordi keldisini mustahkamlaydi. Bizdaqa otvozlarni bordi keldisini mustahkamlaydi. Mana bugun o'zingiz shu narsalarga o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Babuskashin na tanho pahlavonon asbdavon balki sokinon mahalla ham shavq va havasi kalon doran. Az in ro imroz az respublikahoi hamsoya va az nohiyahoi durdast kishvar yakchand hazar nafar mukhlison ba injo jam omadan. Barguzori chunin boziho dar navohi nazdi sarhadi kishvari mo barusht sohai sayohi تکان بزرگ خواهد بخشید. زیرا بیشتر پهلوانان استوان از ناحیه‌های دوردست آمده در مرکزهای فراغتی و مهمانخانه‌های ناحیه بشریق مسکن گرفتند. این برای صاحبکاران سرمایه زیاد می‌آورد. امروز ما در ناحیه بشریق ولایت فرغانه ناحیه جمهوری ازبکستان در امروز یک بوسکشی که شده ایستاده است. دوستی که امروز با ازبکستان تاجیکستان دو نمادو پرزیدنت جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تشبوسکار هستند. موسمی من امروز بوسکشی خوش شده است که من حداقل 40 سال است که به همین بوسکشی مشغول هستم. چند بوده که در این بوسکشی شده باشم در همه اشتراک میکنم، همچون نماینده اشتراک میکنم. مردم از همه جا از قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان امروز اشتراک کرده استادم، هم بوسکشی هم برای تماشا. من امروز برای همین روز اشتراک کردگی امروز تشبوسکار رو از نام کل مردمی اسفره تاجیکستان که تاجیکستان از نام کل بوسکشی های تاجیکستان میندادر خدا رو میزن برسانم. مقصد از تشکیل این چاربینی و دعوت شهروندان کشورهای همسایه خصوصا تاجیکان و ازبکستان به این چاربینی نه فقط رشد ساحه این نوع ورزش ملی بلکه باز هم مستحکم نمودن رشته های دوستی بین خلقای امان می باشد. در بوسکشی غالبان معین کرده شده با آنها تحفه های گرانبها ها از جانب حامیان در وضع متنتن سپاریده شد. برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص البته در ساختار تعلیم باید رقابت پرزور شود. در مملکت های مترقی جهان رقابت هست، یعنی مکتب های خصوصی نیز فعالیت میبرند که آنها با مؤسسه های دولتی رقابت کرده میتوانند. از این جهت در ازبکستان نیز برای تشکیل مکتب های نادولتی یک قطار امتیاز داده شده است. شماره مکتب های خصوصی در شهر و ناحیه های ازبکستان خیلی افزایش یافته است، خصوصا قبول قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره چاره ها آید به وسیله نمودن ساختار مؤسسه های تعلیمی تحصیلات عمومی نادولتی و امکانات های جلب سوبیکت های صاحبکاری به این روند به صاحبکارانی که مکتب خصوصی تشکیل کردنیان یک قطار امتیاز ها فراهم آورد. هر سال تا یکم می قطعه های زمین برای ساختمان مکتب خصوصی به مزایده یعنی اوکسیون گذاشته می شوند. در سال های 2025-2030 50% خراجات کمونالی را در مکتب های خصوصی نو بنیاد پرداخت میکند. موافق قرار از 1 ژانویه سال 2025 جبران پولی یعنی کمپنساسیا برای پرداخت قسمی فایزی از معیار اساسی بانک مرکزی زیاد ولی نه بیشتر از 1.5 برابر برای کردیت ها تا 20 میلیارد سوم جدا کرده می شود. 50% خراجات کمونالی مکتب های نادولتی نیز از حساب دولت پرداخت کرده می شود، یعنی مؤسسه های تعلیمی نادولتی تا 5 سال از این امتیاز استفاده برده می توانند. به شخصان یوریدیکی تا 1 ژانویه سال 2030 حقوق داده می شود که هنگام حساب کردن انداز از فایده خراجات ساختمان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی از حساب مبلغ های خود در حجم برابر به مهلت 2 سال نگه داشته شود. اینچنین برای تأسیس مؤسسه های نو غیر دولتی تحصیلات میانه عمومی از جانب حاکمیت های محلی قطعه های زمین قابل قبول تا 1 مارس معین کرده می شود. تا 1 اپریل رویخط سراغوی قطعه های زمین با مساحت عمومی نه کمتر از 50 هکتار برای تصدیق به حکومت پیشنهاد کرده می شود. طبق رویخط سراغه های تصدیق شده که تا 1 می تصدیق شده است، قطعه های زمین برای فروش اوکسیون الکترونی در اساس مالکیت یا اجاره داده می شوند.
در این حالت خیته های زمینی که در مزیده ها یعنی اوکسیون زیاده از 3 ماه فروخته نشده هم با استفاده از میخانیزم مرحله به مرحله تا 50% پست کردن نرخ ابتدایی به مزیده های تکراری گذاشته می شوند. در نوحی سخنیز تا حال یگان عدد مکتب خصوصی وجود ندارد. برای بلندبرداشتن صفت تعلیم در نوحی تشکیل مکتب های نودولتی اهمیت مهم کسب می کند. برای این صاحب کاران را جلب نمودن از مسئله های اساسی ترین به شمار می رود. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا به شما شرح مختصری خبرهای مهمترین کشورمان را می رسانیم. توجه کنید. در ولایت سرخاندریا کارمندان گمرک قاچاق سیگار را به مبلغ 10 میلیارد سوم باز داشتند. بنا به خبر خدمت مطبوعاتی کمیته گمرک، هنگام اسکنر گذراندن ترکیب راه آهن در پاسگاه گمرکی سرحدی سری آسیای ولایت سرخاندریا، در یکی از واگن‌ها موجود بودن مال‌هایی که در حجت‌ها ذکر نشدن آشکار گردیده است. در رفت تفتیش معلوم گردید که سیگارهای بی مارکه‌های اکسیزی به مبلغ کمی بیشتر از 10 میلیارد سوم در قوطی‌های چنگکشک و ماشین‌های جامشویی جایگیر کرده شده است. همگی 402000 بسته محصولات چنج کشف کرده شد. در حال حاضر از جانب مقامات گمرک از روی این دلیل تفتیشات ادامه دارند. آیا در ازبکستان پولی 400000 سومه به معامله برآورده شده است؟ در بعضی شبکه‌های اجتماعی عکس‌های پولی کاغذی 400000 سومه پیدا شدند، ولی بانک مرکزی معلوم کرد که این گونه خبرها فیک یعنی دروغ میباشند. طبق معلومات وزارت انرژیتیکا، با سبب پس رفتن حرارت هوا در نقطه های فروش سوزشواری متا موقتا محدودیت جاری میگردد. از روی خبری وزیر انرژیتیکا در تمام نقطه های سوزشواری مملکت ما رسانیده دادن سوزشواری بنزین با مقدار الوگی تامین میگردد. از استعمالچیان برای پیدا شدن ناقلایی ها عذر میپرسیم و تا برقرار شدن وضعیت به صرفه کاری رعایت کردن آنها را طلب مینماییم. اگر در صحه یگان دیگرگونی ها روی دهد، در حال معلومات الوگی داده میشود. آمده است در خبر. روح عقبه تخت قرچه را از برف تازه میکنند. از روی خبری صدارت کارهای داخلی ولایت سمرقند، در عقبه تخت قرچه تکنیک های مخصوص برای تازه کردن راه کار کرده ایستادند. اینچنین برای برطرف کردن یخبندی در راه کمون نمک میپوشند. دانش آموز از ناحیه جانبای نرگیزه محمدی و در زینه جمهوریوی آزمون کتابخان جوان در طایفه سنی 10-14 ساله در 5 شرط زیاده از 417 خال جمع کرده غالب گردید و صاحب تحفه پرزیدنت سبوکروی کابل شد. صاحب تحفه پرزیدنت ماشین سبوکروی کابل شد. یادآور میکنیم که سال 2023 نیز دانشجوی فکولتت فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند مرحبا محکم تاشه و در زینه جمهوریوی آزمون در بین 15-19 سالگان غالب مطلق گردیده صاحب تحفه پرزیدنت ماشین سبوکروی اسپارک شده بود. هواپیمای مسافربر با تنهی سوراخ‌دار پرواز کرد. در شاهراه سریازه کوکتلی قزاقستان 67 نفر را نجات دادند. چنین خبرهای مهمترین جهان در صحیفه دنیا 24. نجات دهندگان شب گذشته در مسیر دوشنبه خوجند 3 تن را از مرگ نجات دادند. با گزارش کمیته حالات فوق‌العاده ساعت 2 شب در حدود ناحیه عینی ماشین تمغه نکسیا که به سمت خوجند روان بود زیر ترمه ماند. نجات دهندگان راننده و دو مسافر را از ماشین که زیر برف مانده بود بیرون کشیده و با جای و خوراک گرم تامین کردن. افسوده است منبع تاکید شده است که آنها به یاری طبی نیاز نداشتند. در شاهراه سریازک کوکتلی قزاقستان 67 نفر را نجات دادند. خبر می‌دهد سپودنی قزاقستان. امدادگران آدمان سرماخورده را فوراً به نقطه گرمشوی انتقال دادند. گفته می‌شود همه آنها به کمک طبی نیاز نداشتند. هواپیمای مسافربر با تنه سوراخ‌دار پرواز کرد. حادثه با ایر سربیا در فرودگاه بلگراد سر زده. آن هنگامی پرواز با تجهیزات روشنایی دهنده برمی‌خورد، اما ظاهراً کسی سوراخی را پی نمی‌برد. بعد یک ساعت پرواز آن صحت سلامت برمی‌گردد. در هواپیما بیش از 130 نفر بودند. کسی آسیب ندیده است. خبر دادند رسانه‌های محلی.
طوفانی برف و قم در ولایت شینجان چین سر زد. به گزارش رسانه های محلی در منطقه نخست تندباد و برف شد و پس آن جای را به طوفان قم و برف داد. درباره عاقبت های حادثه حالا گزارش نشده است. بینندگان عزیز، در دامین لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیامی روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم، تنها خبرهای مهمترین را به شما رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.